یکی از بخش‌هایی که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توفیق یافت تا ثمره ایمان و خودباوری ایرانیان را به جهانیان نشان دهد، بخش مخابرات و ارتباطات کشور است. پیش از انقلاب اسلامی، کارشناسان و مستشاران غربی و عمدتاً آمریکایی با قرار گرفتن در کلیدی‌ترین پست‌ها، طراحی، تولید و بهره‌برداری از شبکه مخابراتی کشور را در اختیار داشتند. قبل از انقلاب شرکت مخابرات ایران یک ساختار مهندسی داشت که در بس تقریبا در اختیار غیر ایرانیان بود. یک بخش مشاور داشت که به تلفن سیستم آمریکا داره میکرد، بخش پیمانکاری داشت که باز هم توسط آمریکایی‌ها داره میشد و کارفرما هم فی الواقع درست رده بالای کشور بود ولی باز هم توسط اونا اداره میشد. در بخش تلفن ثابت در سال 57 تنها 815 هزار خط تلفن برای جمعیت 35 میلیونی کشور وجود داشت، در حالی که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 11 میلیون و 500 هزار شماره به میزان تلفن‌های ثابت کشور افزوده شده. در سال 57 در تلفن ثابت که میشه گفت شاید تنها خدمات قابل عرضه در اون موقع بود، 820 هزار شماره تلفن دایری حدوداً داشتیم، 815 هزار در همین حدود. الان که ما خدمتتون هستیم بیش از 12 میلیون و 300 هزار شماره تلفن ثابت دایر شده. در این مدت ضریب نفوذ تلفن ثابت، یعنی تعداد تلفن به ازای هر 100 نفر، از رقم 2.5 به بالای 19% رسیده است که از متوسط جهانی نیز بالاتر است. الان کار بسیار راحتی است، یعنی ما الان که بگیم با توسط مهندسین خودمون همه کار میکنیم، خب الان مهندسین ورزیده تربیت شدن، به وجود اومدن و کار کردن. اون زمان همه مهندسین ما فی الوقت تو حاشیه بودن، هیچ کار جدی دست مهندسین ما نبود، علی‌رغم اینها از عهده کار به خوبی برآمدن. راه اندازی شبکه تلفن همراه کشور در سال 73 با توجه به پیچیدگی های فناوری ارتباطات همراه از دیگر افتخارات مهندسان توانای ایرانی در بخش مخابرات کشور است. اون موقع تلفن همراه نبوده، اون هم ما خوشبختانه در همین سالهای گذشته رشد خوبی رو داشتیم، هرچند که کمبودهایی داریم در این بخش. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 312 روستا دارای ارتباط مخابراتی بودند، اما در حال حاضر 35 هزار روستا از نعمت ارتباطات مخابراتی برخوردارند. 312 در مقایسه با 35 هزار که میشه گفت اصلا قابل مقایسه نیستش. این روند همچنان هم ادامه داره. در طول سالهای گذشته تعداد کانالهای بین المللی از 903 کانال در سال 57 به 9400 کانال رسیده است. ایجاد زیرساخت قوی برای شبکه دیتا یا اطلاع رسانی نیز از دستاوردهای مخابراتی کشور است. در حال حاضر 12000 پورت پرظرفیت که هر کدام قادر به انتقال 2 مگابیت اطلاعات در ثانیه هستند در 220 شهر کشور فعال است و این تعداد تا پایان امسال به 15000 پورت افزایش می‌یابند. کانال های انتقال مخابرات نیز از 17 هزار کانال در سال 57 به بیش از 518 هزار کانال افزایش یافته است. کاری که انجام شده کار فوق‌العاده است، ولی جایی که باید انقلاب باشه اون جایی نیست که الان هستیم.